به نام خدا، عرض سلام خدمت دوستان. یکی از روش هایی که قبل از خواب خیلی میتونه به کیفیت خواب ما کمک کنه و وضعیت خواب ما رو به محل پنجم برسونه، روش های کاهنده استرس یا روش هایی هست که میتونه مؤثر باشه برای کیفیت خواب. شرایطی که توضیح میدم خیلی مختصر اینو تو ذهنتون باشه و عملی کنید، احتمال زیاد دغدغه‌های قبل از خواب شما رو کم میکنه. روی یک کاناپه جای قرار میگیرید یا اگر تو رخت خواب هستید به پشت میخوابید، پاتون عرضی شانو باز میکنید برابر عرضشونه، دستا دو طرف رو زمین قرار میگیره و شرایطی که هست که میداری آرامش رو خودتون احساس کنید. شروع کنید نفس کشیدن و یک دو تا سه تا یا بعض وقتا چهار مرتبه نفس عمیقی که با شاید 3-4 ثانیه داخل ریه‌هاتون هوا رو بدین، با 7-8 ثانیه هوا رو خارج کنید. یه وضعیت آرامش نسبی که پیدا کردید شروع کنید. چشماتون رو میبندید و به فاصله در حال چشم بسته به فاصله ابرو تا موی سرتون فکر میکنید و تو این فاصله هر چه مشکلات خستگی گرفتاری هست یادتون میاد و همه رو سعی میکنید از بدنتون از ذهنتون خارج کنید و کم کم این فشار عصبی رو از سر میدید به ناحیه گردن و اون حالتی که هستید، از گردن میدید به اون استرس ها استرام و خستگی ها به ناحیه قفسه سینه و از قفسه سینه اینا رو بدید ناحیه شکم، از شکم اینا رو حرکت بدید به طرف کشاله های ران پاها و از پاتون خارج میکنید. این اولین بار چنین کاری انجام شد، برای بار دوم دقیقا چنین کاری رو انجام میدید. کم کم یه مداری که این عادی شد و از بالا استرس فشار روانی رو منتقل کردید به ناحیه گردن، از سر به گردن و قفسه سینه شکم کشاله ران پاها و بیرون. حال تصور کنید که کنار دریا هستید و در یک هوای خوب بعد از ظهر روی ماسای گرم دراز کشیدید و بدنتون با این ماسا در ارتباطه و بسیار بسیار ریلکس. حالا شروع کنید دوباره اونجا پاتونم تو آب دریا تصور کنید گذاشتید و آب گرم بعد از ظهر دریاست و لذت بخشه. دوباره شروع کنید، در حالی چشمتون بسته است، از بالا همه استرس ها، استراب ها، خستگی روزانه همه رو از سر چشکی بسته است حرکت بدید، با فشار بدید به ناحیه گردن، از ناحیه گردن بدید به قسمت قفسه سینه، از اونجا فشار بدید به منطقه ناحیه شکم، از شکم کشاله های ران پاها و بدید به آب دریا. هر مرتبه که این کار انجام میدید خستگی روزانه، استرس ها و فشار های روزانه است بدن میتون و از مغزتون خارج بشه و آماده بشین برای معنی خواب. ما اعتقاد بر اینه که باید هر کسی در یک روز که کار انجام میده خسته میشه و میخواد بخوابه، شب بتونه در زمان خواب 5 مرحله اصلی خواب رو طی کنه. از استیج اول، مرحله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. تحقیقاتی که در ایران داره صورت میگیره نشون میده خیلی از مردم ما به مرحله پنجم از بالایی که شروع به مرحله پنجم نمیتونن برسن و تا قبل مرحله چهار متوقف میکنن یا مرحله یک و دو و سه بیشتر نمیتونن ورود پیدا کنن. این خستگی روزانه و استرس استراب به بدنشون خارج نمیکنه. همونجور که میدونی 4 مرحله قبل جسم خستگیش برطرف بشه، مرحله 5 روان خستگیش برطرف میشه و اکثر ما وقتی صبح از خواب بلند میشیم که سلا خسته هستیم دلیلی که ما به رم وارد نمیشیم. جالبی که بدونید هر بار وارد شدن به مرحله REM یا مرحله پنجم و مرحله Rapid Eye Movement شما اونجا مقدار زیادی از خستگیتون خارج میشه و ورود به این مرحله در حد حتی 30 دقیقه میتونه برابر 3-4 ساعت کیفیت خواب شما رو بالاتر ببره و فردا میتونید سرحالتر و با کیفیت بهتر روبروی کار روزانه‌تون رو شروع کنید. انشاءالله که این ویدیوی کوتاه براتون مؤثر واقع بشه و توجه بیشتر به خواب انجام بدید. 12 شب به بعد بیشتر بیدار نباشید. به ازای هر 1 ساعت بعدا باید شما 2 ساعت فردا از 7 بعد بخوابید و متاسفانه اگر با 3-4 ساعت 5 ساعت بیدار باشید
فردا مثلا با 10 ساعت بخوابیم که واسم که چه کار خواب روزانه رو انجام، خواب شبانه رو کیفیتش رو انجام نمیده. اجازه که موفق باشین و منتظر بازخورداتون هستم تا کلیپ بعدی. خدا نگهدار.